ولی سرزمین بسیار پهناور و عظیمی که از ایالات متحده هم بزرگتره و جمعیتی از آنگلو ساکسون ها رو در درون خودش جا داده. استرالیا با 21.5 برابر وسعت خاک انگلیس در واقع یک کشور آنگلو ساکسونه که 22 میلیون تا 23 میلیون جمعیت داره، 21 میلیونش انگلیسیه. یک قاره است دیگه، میگیم اقیانوسیه، شامل انگلستان، شامل استرالیا و نیوزیلند. کشور نیوزیلند 1.9 برابر انگلیس خاک داره، وسعت داره، و سرزمین نیوزیلند 4.5 میلیون جمعیت داره که 100% تقریبا 99.9% انگلیسیان. منظور من از این بخش از بحث اینه که 5 کشور آنگلو ساکسون آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در کنار بخشای دیگه، مثلا بخشی از اون جمعیت سفید پوستی که توسط نلسون ماندلا حکومتشون کنار رفت دوره آپارتاید توی آفریقای جنوبی، اون سفید پوست انگلیسیه. عمده آفریقا رو استعمار کردن، جاهای دیگر رو، هند رو. 114.5 برابر خاک انگلیس با نظریه آقای مالتوس و نظر آقای سیسیل رودز سرزمین اشغال کردن. چرا الان آقای رابرت موگابه منفور انگلیسی ها و امریکایی هست؟ چون سرزمین هایی که توی همین حرف آقای رودز اسم خودش گذاشته بود رو این کشور، زمین ها رو هم داده بود به سفید پوستا. این پیرمرد آمد این زمین ها رو از اینا پس گرفت، داد به مردم بدبخت سیاه پوست کشور خودش. امروز توسط همه توی جهان به اصطلاح آزاد مدرن تحت فشاره. چرا تو آمدی حق رو گرفتی دادی دست مثلا مردم خودت؟ پس ما با چه پدیده روبرو هستیم؟ با جهان آنگلو ساکسون روبرو هستیم که اگر با مفهومی به نام اسرائیل روبرو میشیم و انگلیس و آمریکا این کارو میکنن توی جهان اسلام، سابقه داره. سابقه دوره نوجوانی شما، همیشه گفتم کارتونی پخش میشد به نام دکتر ارنست، به نام مهاجران. تصور شما این بود که توی کارتون مهاجران یه گروهی از انگلیس به یه جایی مهاجرت کردن. کی توی مخیلش میگنجید که مثلا دکتر ارنست، اون آقا، اون خانوم، پسرش، اون دخترش که روایت میکرد داستان رو، اینها رفتن توی استرالیا. 200 سال پیش چیزی به نام استرالیا نبود. 200 سال پیش آمدن سرزمین رو اشغال کردن، قوم تاسمانی رو پوست کلشون رو کندن. شما در هر قطعه کارتون مهاجران، قطعه کارتون دکتر ارنست، یک کودک سیاه‌پوست می‌بینید که یه چند ثانیه میاد توی صحنه، با این دختر صحبت می‌کنه، میره. هیچ وقت شما خود دختر رو نمی‌بینید. یعنی توی این انیمیشن القایی که به همه بچه‌های سراسر جهان شد، و هنوزم فیلم‌های سینماییش هم که ساختن، من باز مانیتورینگ می‌کردم دیدم همین کارو کردن، حافظه تاریخی رو پاک کردن، یه چیزی به جهان دادن که آقا شما احساس می‌کنید 5000 سال چیزی به نام استرالیا بوده، 10000 سال چیزی به نام آمریکا بوده. شما این کارتون عصر یخ رو نگاه کنید، این عصر یخ کارتون استراتژیکه، توی طرزی استراتژیک. یعنی اون در واقع جانور و سنجابی که یه بلوطی رو از ترس این که توی گرسنگی گیر نکنه توی عصر یخ بندان دنبال میکنه، بهش میگیم تایم لاین. یعنی آخر قسمت اول مینویسه 20000 سال بعد، یعنی داره تاریخ رو نشون میده. زمانی که همه میرن از بین برن، یعنی توی اون عصر یخبندان همه میرن به اون سمت، 3 نفر فرزند بشریت رو میاره نجات بده. اون 3 نفر یک ماموته. اسم اون ماموته خیلی مهمه، اونایی که دیدن فکر کنن تا من اشاره کنم. نفر دوم اون ببر دمکوتایی که دندان نیش بلندی داره که اون هم نسلش منقرض شده، و سومی یک حیوان تنبلی است که توی فیلم اسمش سیده. 3 تا اسمی که شما اونجا میبینید، مانفرد، سید و دیگو، 3 تا اسم از 3 حوزه فرهنگی تمدن غربه. دیگو یک اصطلاح در ادبیات اسپانیاییه. امروز مثلا همه توی دنیا دیگه دیگو مارادونا رو میشناسن. خب این تلقی که آقا تمدن غرب با 3 نماینده اسپانیاییش، دیگو، مانفرد که یک اسم آلمانیه، و سید که یک اسم انگلیسیه، این 3 تا بشریت رو، فرزند بشریت رو آوردن نجات دادن، به سرمنزل مقصود رسوندن، همه از بین رفتن. حالا مانفرد منقرض شده،
دیگو هم منقرض شده تو خود تمدن غرب، هم این دوتا منقرض شدن، یکیش مونده اون سید. الغایی که صورت میگیره هرگاه یه کودکی توی جهان بعدن این انیمیشن رو ببینه و با خودش فکر کنه، میشه فکر میکنه اونجا که نوشته شد اون آخر انیمیشن 20,000 سال بعد، یعنی هنوز اون سنجابه داشت با اون بلوطه کلنجار میرفت، 20,000 سال پیش سید بوده انگلیسیا، دیگو بوده و اسپانیایی ها، و مانفرد بوده آلمانی ها. حالا که اینطوری نیست، آخرین سند متن مکتوب تاریخ غربی ها کتاب ایلیاد و اودیسه است، 2900 سال بیشتر قدمت نداره، 3000 سال. جایی که برای خودشون تو انیمیشن تاریخ میسازن، جایی که برای خودشون با کارتون مهاجران کاری میکنن با حافظه تاریخی بشریت که آقا کودکان و نوجوانان همه دنیا بنشینند این انیمیشن ها رو ببینن، بعد فکر کنن همیشه استرالیا بوده. امروز که نگاه میکنی بعد روشنفکر جامعه میگه آقا اینا دین رو کنار گذاشتن به اینجا رسیدن، هر کشوری با اینا رابطه داشت به اینجا رسید. آقا آنگلو ساکسون جماعت اگر مانده بود، میدونید اندازه استان سیستان و بلوچستان ایرانه، کشور انگلیس 1/6 ایران خاک داره، اگر جمعیت امروز استرالیا، نیوزیلند، اون سفیدپوستای 6-7 میلیون نفری که توی آفریقای جنوبی ان، 200 میلیون توی آمریکا و 20 نزدیک 20 میلیون توی کانادا جمع بشن تو خاک انگلیس، اون روز میشد گفت که آیا چنین تمدنی، چنین ماهیتی، چنین فرهنگی قدرت زایش داشته یا نه. حالا چنین فرهنگی میاد میریزه با لارنس عربستان امپراتوری عثمانی رو 90 سال پیش 80 سال پیش از بین میبره، 15 تا کشور از امپراتوری عثمانی در میاره، آقای چرچیل اسم همین کشوری که بغل دست ماست رو میگذاره عراق، البته عراق از قدیم هم چنین اسمی داشته، اما اینکه اسم اونو بذارن اردن، اینو بذارن لبنان، اونو بذارن عربستان، اینو بگذارن عراق رو آقای چرچیل میگذاره. یعنی در واقع 80-90 سال پیش با لارنس عربستان، با همفر، با دیگران آمدن زمین سازی کردن، متلاشی کردن، بعد از مدت 80-90 سال 15 تا کشور اینجا به وجود آوردن، یکیشو اسمشو گذاشتن اسرائیل، آوردن اشغال کردن، همه این دولت‌های دست نشانده هم دارن، حالا دوباره آمدن تو منطقه اصطلاحاً رفرم کنن. اصلاحات در خاورمیانه بزرگ شما رو گول نزنه، کلمه اصلاحات معادل رفرم در انگلیسی نیست. آقا خانم رایس میگه چی؟ میگه که فرم خاورمیانه رو باید دفرمه کنیم، یعنی این فرم و ریخت موجود رو بریزیم به هم، دفرمه کنیم، یک رفرم کنیم، نیو فرم، اولد فرم، فرم قدیمی، دفرمه، به جاش نیو فرم. این میشه اصلاحات در خاورمیانه بزرگ. یعنی این 15 تا کشوری که 90 سال پیش به وجود آوردیم بزنیمش به هم، یه مثلا 30-40 تا کشور جدید از تو این 15 تا در بیاریم، ایران به 7 تا کشور تجزیه بشه، عراق به 3 تا کشور، ترکیه به 2 تا کشور، عربستان به 5 تا کشور، مصر به 4 تا کشور، همه به گونه کوچیک بشن توی فرض گالیور ششم که هم اسرائیل هم بتونه تو منطقه با یه مش کویت و بحرین و امارات و قطر و کشورهای اینجوری روبرو باشه. چنین فرضیه استراتژیکی منتج به این شد که ریختن توی منطقه تحت عنوان جنگ جهانی مبارزه با تروریسم، افغانستان و عراق رو گرفتن و شما شنیدید توی یک ماه گذشته که طرح تجزیه عراق رو علناً دیگه اعلام کردن، البته نقشه رو قبلا داده بودن که این کشورها باید تجزیه بشن. خب توی چنین شرایطی ما در محیط تهدید با کی روبرو هستیم؟ با کسی که هر 80-90 سال یک بار میاد میزنه نقشه دنیا رو به هم دیگه. 98% مرزهای جهان رو انگلیسی ها کشیدن. تکرار میکنم، در دانشگاه سواز SOAS در جنوب انگلیس، نقشه این که رو چه منطقی آمدن نقشه ها رو کشیدن، فرض کنید آمدن تعریف کردن قوم بلوچ رو از وسط اینا نقشه مرز ایران و هند اون روز که بعد شد ایران و پاکستان امروز رو کشیدن که همیشه این دو طرف با هم درگیری داشته باشن، مرز بین مناطق کرد نشین، مرز بین مناطق عرب نشین، تمام دنیا رو آمدن یه خطایی کشیدن از وسط قومیت ها، معروف به تفرقه بیانداز و حکومت کن. حالا چنین تهدیدی امروز دوباره آمده توی منطقه، نه مسئلهش تروریسمه، نه مسئلهش دموکراسیه، چون 90% دوستان آمریکا دموکرات نیستن، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین،
عمدتاً دوستان آمریکا هیچ کدوم دموکرات نیستن، استثنای اون 4-5 تا کشور آمریکایی اروپایی دوستش رو بگذارید کنار، بقیه دیگه اصلا ماهیت دموکرات ندارن. جامعه